سلام دوستان، به یکی دیگه از برنامه های تاپ 10 ما خوش اومدی. موضوع این قسمت ما درباره یک اسطوره محبوب فوتبال، مردی با اخلاق و با مرام، مهرداد میناونده. با ما همراه باشید تا بیشتر از زندگی شخصی و موفقیت های زنده یاد میناوند بدونید. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت ببرید و با نظرات خوبتون از ما حمایت کنید. قبل از هر چیز اگر هنوز ما رو دنبال نکردید، حتما ما رو دنبال کنید تا از دیدن بقیه برنامه های ما بی نصیب نمونید. مهرداد میناوند در 9 آذر ماه سال 1354 در منطقه جی تهران به دنیا آمد. از کودکی عاشق فوتبال بود و زمانی که در 20 سالگی به عضویت تیم ملی فوتبال ایران در آمد، همه کارشناسان بر این عقیده بودند که او حداقل تا 34 سالگی در این تیم باقی خواهد موند. میناوند درباره ازدواجش در اتریش این طور گفت: همسرم ایرانی است ولی در اتریش زندگی می کرد. با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و ثمره این ازدواج هم یک پسر به نام آریا است که البته مثل پدرش چپ هاست. میناوند به طور کل حضور فعالی در خیریه ها داشت. او در مهر ماه 94 تصادف شدیدی داشت که می گوید تصادفی ناجور داشتیم و خوشبختانه مشکلی برامون پیش نیومد. لندکروزی که توش بودیم له شد، اما من و دوستام سالمیم. برای افتتاحیه خیریه به رشت رفته بودیم و از اونجا میخواستیم بریم نوشهر و بعد بابل سر مزار خدا بیامرز هادی که متاسفانه به دلیل نبود علائم راهنمایی ماشین چپ کرد و به گواه تمام اونهایی که دیدن نباید کسی سالم بیرون میومد. مصاحبه‌ای در سال 86. به لطف خدا صدای خوبی دارم. اگر سالها پیش از بین فوتبال و موسیقی یکی را باید انتخاب می‌کردم، موسیقی را انتخاب می‌کردم. آلبومی جمع کردم که هزینه زیادی هم متحمل شدم، اما کار بسیار خوبی از آب در اومد. این آلبوم آماده است، اما منتظر یک زمان خاص هستم تا اون رو روانه بازار موسیقی کنم. فکر نکنید که کلاس آواز هم نرفتم. تمامی این کلاس ها رو رفتم. همچنین اون یک تک آهنگ با نیما نکیسا و پژمان جمشیدی به نام جام جهانی در سال 93 منتشر کرد. در زمینه بیماری گفت: به مدت 7 سال ناآگاهانه با تجویز نادرست پزشکم به استفاده از داروی کورتون با دوز قوی پرداختم و همین موضوع باعث شد تا مردم تغییراتی رو در ظاهر من احساس کنند. پزشکم که بعدها فهمیدم تخصص لازم رو نداشته، برای درمان ریزش مو و رویش مجدد اون این داروی قوی رو برای من تجویز کرده بود که متاسفانه مصرف اون به دلیل دوز بالا باعث درد سر شد. برخی به اشتباه تصور می کردن که من به بیماری صعب العلاجی مثل سرطان مبتلا شدم. از همینجا به اونها میگم که این خبر کذب محضه. من فقط به خاطر یک دوره کورتون درمانی مدتی سوژه برخی از رسانه ها شدم. شهریور سال 1396 بود که مهرداد میناوند در یک برنامه تلویزیونی اظهاراتی درباره سید مهدی رحمتی، کاپیتان فوتبال استقلال تهران رو مطرح کرد که این موضوع با واکنش رسمی باشگاه استقلال و شخص رحمتی همراه شد و ماجرا هم بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. به دنبال اون رحمتی با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه از میناوند شکایت کرد. میناوند برای باشگاه‌های مختلفی مثل پرسپولیس، اشتورم گراتس، الشباب و سپاهان بازی کرده. با پرسپولیس در سال 1376 قهرمان لیگ ایران شده و با اشتورم گراتس 2 بار قهرمان لیگ اتریش و 2 سال حضور پیاپی در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرده. تعداد بازی‌های او در لیگ قهرمانان اروپا 10 بازیه. 26 ساله بود که 75 بازی ملی رو در کارنامه داشت و بیش از 30 بازی به عنوان نخستین بازیکن آسیا در لیگ باشگاه‌های اروپا رو به انجام رسوند. بارها مقابل تیم‌های بزرگ اروپا مثل منچستر، رئال مادرید، بایرن مونیخ و باقی تیم‌های بزرگ اروپا به میدان رفت و بارها مقابل زیدان و بکام بازی کرد. سالها زندگی در اروپا باعث شد که تجربیات فراوانی کسب کنه.
مهرداد میناوند در طول بیش از 7 سال حضور در تیم ملی در 67 مسابقه برای تیم ملی فوتبال ایران به میدان رفته و 4 گل هم زده. از کودکی عاشق فوتبال بود و از 23 سالگی به عضویت تیم ملی فوتبال ایران در اومد. میناوند یک شرکت بازرگانی رو هم اداره می کرده که در عرصه واردات انواع محصولات فعالیت داره. همچنین تجارت اصلی اون بعد از فوتبال عطر و اتکلن بوده. لازم به ذکر که او دوره مربیگری هم داشته. وی سالها به عنوان مربی فوتبال فعالیت می کرد و سابقه مربیگری در پرسپولیس رو در کارنامه خودش بعد از خداحافظی از فوتبال داشت. مهرداد میناوند از اواخر دی ماه 1399 بر اثر درگیری 80% ریه به ویروس کرونا به خاطر وخامت حال در ICU بیمارستان لاله بستری شد. متاسفانه این ورزشکار با وجود تلاش‌های بسیار نتونست مقاومت کنه و روز 8 بهمن 99 در 45 سالگی دار فانی را وداع گفت. پیکر میناوند در روز پنجشنبه 9 بهمن 99 در قطعه ناماوران بهشت زهرا در کنار جعفر کاشانی و ابراهیم آشتیانی، دو بازیکن دهه 50 پرسپولیس، دفن شد.